برگشتیم هموطنان عزیز در برنامه سلام افغانستان است و در بخش تایی برنامه قرار داریم. امیدوار هستیم همگی شما دور از بیماری ها و دور از درد ها باشین و صحیح و سلامت باشین. بله. دکتر صاحب هم آمدن، امروز متفاوت در هستن البته. دکتر سیاوش صفتی متخصص امراض جوف دهان در برنامه با ما هست و موضوعی که انتخاب کردیم در مورد حفاظت دندان ها و داشتن دندان های سالم هست که موضوع خیلی مهم هست و گاهن شاید به خاطر تنبلی و بی‌احتیاطی خودمان دندان های ما آسیب ببینه و مشکل بر دندان های ما و در جوف دهان ما پیدا شود. دکتر صاحب صبحتان بخیر، خوش آمدید. صبح شما بخیر، تشکر از اینکه ما رو وقت دادین. یک وقت خوش داشته باشین. زنده باشین. سلامت باشین. اترینا بر سوال خلق شده که شما چرا با لباس های شخصی آمدید؟ حتما میگه چپن سفیدتان رو باید میپوشید. خب بعضی وقت آدم از لباس های همیشه در یک رقم باش آدم خسته میشه، به او خاطر بعض وقت ها زنانات لباس های خود وطن من باید در مورد دکتر صاحب خب زیر دست بگیریم. بله، تنوع باید باشه. بله. قبول است ترینا جان؟ بله قبول دارم. میره توان بخاطر که ما دکتر صاحب لباس شخصی ندیده بودم از خودم. باز بله قبول دارم. یوسف جان میگه که امروز مهمان ترینا هستیم، دکتر صاحب لباس شخصی بشید. من قبول دارم، مشکل نیست. خب دکتر صاحب، روی موضوع برنامه اگر صحبت داشته باشیم، موضوع خیلی مهم برای هر فرد میتونه باشه. معمولا هر کس یا اکثریت ما شاید یک درد را در دندان ما، یک مشکل را در جوف دهان ما تجربه کرده باشیم. از یک موضوع بسیار کلان هست و ما هم کوشش میکنیم که خلاصه و جامع‌تر روش صحبت داشته باشیم. مواردی که مربوط به حفاظت دندان ها میشه، کدام موارد هست که باید همیشه افراد و اشخاص این موارد و این نکات را در نظر بگیرن؟ بسیار سوال خوب اشاره کردین. موارد بسیار زیادی است و به خصوص ما شما زمانی که از شروع صنف اول تا صنف 12 فارغ میشیم، بخش تعلیمات سی ما شما در مکاتب به خصوص دنتالایجین ما یا مربوط به بخش جوف دهان میگیره بسیار کم است. زمانی که ما شما از مکتب ابتدا فارغ میشیم، آنقدر تحصیلات ما راجع به حفاظت جوف دهان ما آنقدر مدرن یا به شکل جدید نمی داشته باشیم. اگر توجه داشته باشیم، زمانی که همیشه در وطن ما شما، در افغانستان ما شما، همیشه در روی تاپیک های مورد بخش دندان آنقدر سطحی صحبت میشه، با منطور سطحی فکر میکنن. در دیگه کشورا اگر شما دیده باشین، در اونجا همیشه یک تاپیک عمدهشان و یک بحث عمده اگر طفل در جیران کودکستان می باشه و بعدا میرن در صنف اول دو سه، شروع زندگیشان عبارت از تعلیمات سی بخش جوف دهانشان می باشه. یعنی وا چطور میتونن مرکزیت جوف دهان خودشه و زیبایی جوف دهان خودشه، زیبایی قشای مخاطی جوف دهان خودشه و به خصوص دندان خودش چطور حفاظت کنه و چطور سلیقه‌ش داشته باشه. از زمان کودکی اگر ما میخواهیم اگر یک حفاظت خوب، یک سلامت دندان خوبی داشته باشیم، به خصوص با استادای محترم و با کسایی که امرای اطفال سر کار دارن و با کسایی هستن همیشه با والدینشان و تعلیمات سینما و تعلیمات ما شما بخش های دیگر تعلیم میتیم و به خصوص یکی از او از باب از او با او اساس باشه، باید اطفال ما در جیران کودکستان، در جیران مکتب یک موضوع مشخص راجع به جوف دندان داشته باشن یا چطور میتونن حفاظتش کنن و چطور میتونن نتیجهش پیشگیری کنن تا از این مشکلات کلیشان از بین برد. و به خصوص میل در سلامتی جوف دهان ما شما در بخش پایلان و ارتباط میگیرن با سلیقه جوف دهان ما شما، با حفاظت جوف دهان ما شما، با پلانینگ غذای ما شما، چی نوع غذا را میگیریم، چی نوع لبنیات میگیریم و چی نوع سبزیجات میگیریم. و با خصوص اگر میخوایم دندان سالم داشته باشیم، چیزایی که میکل از شروع از الف تا یا هر آن چیزی در ترکیبش با یک مواد کیمیکال داشته باشه باید خودداری کنیم و به اساس میتونیم یک دندان زیبا داشته باشیم. زمانی که اگر ما شما چیزی بسیار ساده رو میبینیم و کریم دندان با دندان خود انتخاب میکنیم یا برس دندان خود ما رو انتخاب میکنیم، بسیار از کوالیته بالا باشه، نوعیتش باید ما شما مد نظر بگیریم. زمانی که کریم دندان میگیریم باید ترکیبش بخونیم، های کریم دندان واقعا چیزای به دندان ما مفید است، های دت اضافه است او یا نه. و بعدا و اگر میخوایم دندان های بسیار سیقل زیبا داشته باشه، جلایش بیشتر داشته باشن و یک سرنوشت بسیار خوبی از دندان داشته باشیم، عبارت است زیادتر ما شما باید در قلابه های غذای ما شما سبزیجات، میوه‌جات و لبنیات زیاد بگیریم و به خصوص میتونیم از ویتامین سی بیشتر استفاده کنیم.
بله دکتر صاحب، شما نقطه خوبی را اشاره کردین. طفلایی که در خارج از کشور هست مد نظرشون بیشتر گرفته میشه در وقت دندانهایشون. در کابل ولی این چیزها مد نظر بیشتر گرفته نمیشه که باید متوجه در دندان طفل ها باشن. اگر اینا متوجه زیاد نشه تو دندان سالم نداشته باشن، با چی چیزها مواجه میشن؟ زمانی که اگر ما شما میبینیم، شما در هر کلینیکای دکتر صاحبا ببینین، از نفوذ افغانستان که نفوذ در پشت کلینیکای دکترها مردم ساده هستن زیاد است و بخصوص بعضی اشخاص میگن کوالیتی دوا درست نیست، نوعیت دوا درست نیست، تشخیص های درست نیست و یک ارتباط عمده از او از شروع زندگیشان ارتباط میگیره با جاف دانشان. هر زمانی که یک انفکشن، یک التهاب، یک فنگس یا یک ویروس هر آن چیزی در قسمت جاف دانشان باشه، هر مادر پدر از به شکل سطیر فکر کنه، همون طفل در امور زندگی خود غذا خورده نمیتونه و خنده کرده نمیتونه و زمانی که غذا را میبینه از غذا انزایمتی یا ترس بهشان پیدا میکنه. زمانی که ترس پیدا شد و شما دیده باشین بعد از بعد اطفال اگر در خانه استریش یا تاریخچه دیده باشین، زمانی که اگر طفل درد دندان داشته باشه غذا را گرفته نمیتونه و طفل بعد از مادرشان یا پدرشان فشار زیاد میارن این غذا را بگیرن، دمو اندازه است دفتن این طفل نفس زدن زیادتر میشه و ورمود ضربان قلبش بیشتر میشه و ترس بالای زیاد میه. زمانی که هر استرس یا انزایمتی یا حالت های دپریشن با طفل ما شما میتیم، طفل ما شما وادار به این میکنیم شما این کار باید اجرا کنین. وقتی که اگر میخواییم یک شخصیت طفل ما شما رو مورد بس بگیریم، هر آن چیزی باشه، اگر توقع داریم طفل ما دکتر شود، طفل ما انجینر شود، طفل ما مهندس شود، طفل ما پیلوت شود، هر آن چیزی بخواییم، باید در موقع جنان زندگی زمانی که او در دنیا میه، باید ما اونمو شخصیت به او بتیم. اگر شخصیت قابل قبول به او بتیم، در آینده دچار کنه مشکل نمی باشه، اون شخصیتشان قابل بس می باشد. سوال ما در اینجا برمیگرده، چطور ما میتونیم وقتی که دندانهای طفل شما ما اگر دیده باشین در هر کلینیکا و کلینیکای مرکزی رو ببینین، شما هر کلینیکا رو ببینین، بیشتر مشکلات سی طفل ارتباط میگیره با جاف دانش. با اون طفل غذا نمیگیره و طفل به مرور زمان به سوی تغذیه میره و سوی تغذیه شده دیهیدریشن، مشکلات عصبی، مشکلات سیستم هضمی، سیستم دفاعی وجود مکمل صفر میشه. زمانی که صفر شد، دکتر صاحبا بهشان آنتی بیوتیکای بیشتر زیاد بهشان توصیه میکنن، اونم باعث میشه طفل اونمو زندگی یا سرنوشتش مکمل رو به خرابی می باشد و خرابی شد اون طفل در مقابل دکتر، در مقابل مردم ما شما و در مقابل پدر مادر خود یک عقده میگیره. زمانی که عقده طفل گرفت، تو عقده در هر سن سال باشه به پدر مادر خود، به والدین خود، به استاد خود، او عقده را دفتن دروش میاره، مگر به طریقای مختلف. و یکی از دانشمندای بسیار بزرگی گفته است، مثلا و همیشه در یادواری کرده نگاه روانشناسی از نگاه دیدگاه طفل چی رقم ما شما بتانیم. اگر هر طفل ما شما را تعوین تغییر داشته باشیم، بخصوص در زمان طفلی و هو ما شما چیزی میکنیم، کشت میکنیم، در آینده منتظر در وضو باید باشیم. او با ما شما او اکشن دفتا ما شما یک اکسل عمل میده، زمان که او اکسل عمل داد دیگه بالای ما شما قابل چی میگن طاقت نمی باشد، اونمو هست یک ریاکشن یا اکسل عمل با مقابل طفل ما شما با وجود میاره. دکتر صاحب، اگر جزئی تر روی موضوع صحبت داشته باشیم، بعض موارد هست که شاید ما نسبت به اون مسائل بسیار کم توجه هستیم. مثلا زمانی که یک فرد غذا میخوره، بعد از غذا خوردن از هر چیزی در دندانهاشون استفاده میکنن، مثلا چوب دندان، خب این درست و نخ دندان، ولی کسایی را هم ما دیدیم که از چیزهای بسیار نکتیز مثل سوزن، مثل حتی چاقو هم به خاطر چی دندانهایشان پاک کردن دندانهایشان استفاده کردن. این موارد چقدر میتونه که برای دندان و جوف دهان مهم باشه و از کدام موارد باید استفاده شود؟ بسیار سوال خوب اشاره کردین. هر چیز اجنبی ما داخل جاف دهان ما شما استفاده میکنیم، بدون از تار دندان، بدون از تار دندان و دنتال فلاس میگیم و بدون از هر آن چیز ما شما استفاده میکنیم، یعنی با خود یک خیانت بزرگ میکنیم، یکی خیانت بزرگ میکنیم و دوم اخلاق اجتماعی ما شما رو بسیار ضعیف نشان میده. اگر شما در رستوران ها، در خانه ها، در جای ها، در هر محفل شیشته باشین، بعض دوستا قسم شما اشاره کردین با کارت، با پنجه، با خارمایی، با هر آن چیز، با تار، برام سلیقه صفای جافدان ما و شما یک تایم مشخص داریم و در وطن ما شما اگر زمانی که ما شما غذا را میگیریم دی البته آن تایم باید ما شما نباید تار استفاده کنیم، نباید اگر چوب استفاده کنیم یا هر چیز می هر اشخاص یا هر چیز اشیاء اجنبی باشه ما به توسط دندانای ما شما را پاک کنیم. این یک چیز عمل فیشن است، عمل یک چیز ما شخص مقابل ما شما فکر کنن از نگاه سایکولوژی شخص چقدر دندانایش متوجه دندانای خود چطور دندانای
خودش پاک میکنه، چطور حالتهای بیبودی خودش بیداشت میکنه. این حالتهای ناگوار است. هر نوع شخصی که در بعد از غذای خود میخواهد دندانشان پاک باشه، زمانی که غذایشان خلاص شد باید یک گلاس آب بگیرن. بعد از آب گرفتن باید معاینه می ساجق ما شما دوامیانه هستیم. ما شما ساجق استفاده کردنش بعد از غذاست. ما میتونیم در 25 الا نیم ساعت ما ساجق بگیریم. اون ساجق به قسم دورانی میتونیم هر چیزی در اطراف دندان ما باشه با واسطه ساجق بیرون شود. بقای از اون میمانه. میتونیم ما شما اول دندانه ما را دنتال فلاس تار استفاده کنیم. در بعد از دنتال فلاس میتونیم با واسطه برس کردن دندان مکمل مشکلات در قسمت های جاف دندان ما شما میبینیم و تفن و باعث تفن بوی بعد جاف دندان ما میشه مکمل از بین میره. تان بتونیم یک دندانه زیبا و خوشگوار داشته باشیم. بله. در حد معمول روزانه یا البته در 24 ساعت چند بار باید دندان ها برس زده شوه و در کدام وقت و زمان ها؟ و سوال خوبه. باز هم از هر کتاب هم شما میگن باید هر روز یک بار از طرف صبح یک بار از طرف شب استفاده کنیم. و این غذای ما شما فعلا روزمره در این وطن ما شما میگیریم و زیادتر ترکیب ما شما ببینیم زیادترش کیمیکال زیاد داره و مواد کیمیایی زیاد است. و ما با شما این توصیه رو میکنم هر غذا رو گرفتین بعد هر غذا دندان شما رو برس کنین و دندان شما رو شستشو کنین. و بخصوص اطفال برای همین غذا رو میگیرن. اگر هیچ در قابلیت دسترس با برس دندان نداشتین با کریم دندان نداشتین ما با شما قبلا اشاره کردم میتونین با واسطه ساجق بسیار خوب چیز است و مور استفاده کنین. از نمک و از نمک استفاده میشود مگر به او اندازه استفاده کردن نمک هم باعث تخریش جوف دندان باعث تخریش قشای مخاطی جوف دندان میشه و بخصوص باعث تراشدن و قسمت های مینای دندان می باشه. و بعد اشخاص هستن عادت های ناگوار دارن امرای برس می خواهن امرای برس و نمک دندان های خودشان برس میکنن و یک تداوی غلطی است و باعث التاب در قسمت های کنگوره بیریشان و قسمت های مینای دندانشان مکمل اسکرچ یا خط میشه. با مرور زمان حساسیت بیشتر پیدا میکنن. وقتی که حساسیت بیشتر پیدا کنن مشکلات گوناگون دچارش می شود. بله دکتر صاحب، اینکه گفتین از نمک کسانی که اصلا استفاده میکنن بعضی دوستای ما هم در صفات مجازی بیشتر هست که شیر میکنن که با لیمو بشوین دندان خود با پولی هست. فکر میکنم این چقدر تاثیر گذار بر سر بیده های دندان میداشه و ضررش بیشتر بر دندان میباشه؟ و این چیزه در صفحه اجتماعی میبینیم از راست کده دروغ بیشتر است و میخواین مارکتینگ خودشان و صفحهشان لایک بیشتر شد. زمانی که اگر شخص یک چیز میگن شما با لیمو و با نمک و با پولی و چیز میکس کنین و زمانی که استفاده کنین دندان شما سفید میشه و منظم میشه. و باید ما شما رفرنس داشته باشیم و این چطور بکنم رفرنس بکنم از باب شده و چطور شخص ریسرچ کرده. چیز عادی گفتن نمیتونه ما شما شش هفت ماده رو میکس کنیم و دندانه ما رو برس کنیم تا دندانه ما خوبتر و سیقلش بیشتر شوه. لیمو رو گفتم میتونیم لیمو ویتامین سی است. من قبلا در لابلای صحبتم گفتم ویتامین سی است، سرشار از ویتامین سی است. میتونیم با مالتا کینو هران میوه استفاده کنیم و آل سیزن استابری و توت زمینی میباشه و همه چیز ما به دندانه ما مفید تمام میشه. و اگر ما میخواهیم در 4-5 ماده رو میکس کنیم بعد استفاده کنیم و یا تجارب کلینیکی ما هیچ ریسرچ نکردیم و هر کس اگر ریسرچ کردن حتما به مغزشان کنم چیزی است و زمانی که اگر استفاده میکنن ببینن اول خودشان استفاده کردن و بعد از او ما شما صفحات اجتماعی را دنبال کنیم و نباید این چیزها مورد بحث کنیم. ببینیم این چیزهایی میباشد اگر چیزهای کیمیکال میباشند شما در کیمیا و بیولوژی و چیزا ما شما خواندیم بعض ماده ها هستن اگر دو ماده با هم مکس شوه باعث زهر تبدیل میشه و بیرای ما شما رو خراب میکنه. این می زخما باعث میشه با مرور زمان از حالت عادی به مزمن تبدیل میشه. حالت مزمن تبدیل شد باعث زخمای عمیق میشه. خدای نخواسته مشکل ما از راه یک طرف و راه دیگر طرف میره مشکلات گوناگون به بار میآوره. دکتر صاحب پیشتر شما گفتین که باید در نوعیت کریم های دندان ما توجه داشته باشیم. در قسمت انتخاب برس دندان چه نکات را باید در نظر بگیریم؟ مثلا بعض برس ها هست که بسیار تیز می باشه و بعض موارد هست که در اینجا باید در نظر گرفته شود. کدام برس دندان خیلی میتونه که مناسب باشه؟ نوعیت برس ها را ما با شما به 300 تقسیم کردم میتونه معنی چیز جهان تقسیم کردن و او عبارت است حالت های سخت می باشه، حالت های نیمه سخت می باشد، حالت های برس های نرم می باشد. زمانی که شما پیش دکتر شما پیش فامیلی دکتر شما میرین در فامیلی دکتر شما دندان شما را اسکرین میکنه یا اسکین میکنه و بعدا با شما توصیه میکنه آیا شما برس نرم استفاده کنه
کنین، بورس سخت استفاده کنین، بورس متوسط استفاده کنین، بورس شما را نظر به تجربه خود دکتر استفاده کنین. چرا خود شما نمیتونین بورس شما را خود شما انتخاب کنین؟ چرا بعضی منگای دندان ها، بعضی دندان ها هستن جسمیتش و قسمت های خود دندان بسیار دندان های بزرگ هستن، دندان های زیبا دارن و دندان های بسیار خوبی هستن، با او ما میتونیم همیشه از بورس سخت توصیه کنیم و منگ دندان بیشتر پاکنه. بعض اشخاص هستن دندان هایشان کوچک می باشد و مینای دندانشان بسیار اساس می باشد، با او حتی دند بورس های هستن با شکل اسفنجی من یا با شکل هستن شکل پخته ای دارن، اونمو دانش یا سلینک های یا تارای بورس دندان ها قدر نرم است، شما هیچ اسم نمی کنین و بورس دندان است و زمانی که استفاده کنین و پاکوری شما و پالش شما و نتیجه شما مثبت بسیار خوبی می داشته باشد. و اگر ما شما در مغازه میریم بورس دندان ما را انتخاب کنیم، اونمو کوالیتی دندان انتخاب کنیم، اونمو بورس انتخاب کنیم، کیفیت بیشتر داشته باشه، نسبتا قیمتش بیشتر است نسبت به بورس های هام. و به خاطر که ما در اینجا پروگرام لایف است گفتن نمیتونم از کنم بورس استفاده کنیم، مگر هر بورس شما ببینین مطالعه کنین در اون سوپر استور میرین، بعد از اون مطابق با میل شما مطابق با دکتر شما همو بورس زیر نظر خود بگیرین تا همیشه از اون بورس استفاده کنین. هر بورس استفاده میکنین از 15 روز زیاد استفاده نکنین و زمانی که میبینین بورس های دندان طرف راست و طرف چپ خود به حساب مویایش خواب کرده یا شیشه، باید تو بورس ها عوض کنین و کریم های دندان در ترکیبش فلوراید داشته باشه و از کریم سرشار باشه، از کمپانی باشد، از ثبت راجستر شده FDI باشه، فدرال دنتال اسوسییشن، میتونیم استفاده خوبی کنیم. ممنون، سلامت دکتر. جان تشکر. جان سپاس از اینکه ما را وقت دادین. سلامت باشید. خدا. همتون عزیز، ما هم وقفی کوتاه میگیریم، در ادامه برنامه سلام افغانستان ما را ببینید. باشید.